بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي خليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي. درس هفتم کورس عقیده در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس قبلی ما شما عنوان را تحت نواقض اسلام در اصطلاح گرفته بودیم، که گفتیم خلاصه شی بود که اینمی قسم که وضوع انسان مشکنه. مثلا در کتابای فقهی میگن نواقض الوضوع، میگه شکننده های وضوع. چی مانا؟ باز تحت از اون مثالایی را بیان میکنه که با انجام شدن اینی کارها وضو مشکنه. اینال یک کس وضو داره، اونجا نواقض وضو هست که وضوش هم مشکنه. لکن در عقیده هم عین اصطلاح هست، این نواقض ایمان یا نواقض اسلام میگن. و گفتیم که نواقض جمع نقد است که در زبان عربی با دات نشته میشه، در فارسی زوات میگن، نقض کننده ها یا شکننده های ایمان. و گفتیم که بعضی کارهای هست که انسان مسلمان وقتی که در چوکات ایمان داخل می باشه، اگر اینمی امور انجام میده، ایمان از او و یا اسلام از او از بین میره. پس این باب یا این فصل گفتیم بسیار مهم است. چرا؟ به خاطر ازی که اگر یک نفر نواقض وضو را نفهمه، وضوش مشکنه و این میره نماز میخونه، نماز خوان نمازش نمیشه. پس وقتی که آدم وضو کردن یاد میگیره، باید این را هم بفهمه که با کدام کارها وضو من مشکنه، تا تو نشه که وضو شکسته باشه. و این دیگه از او که در قوی تر در مسئله ایمان است، که اگر یک کسی ایمان داره، مسلمان است، لکن بعضی کارهایی را میکنه که این نمیفهمه، وقتی که نفهمید اسلام از یا ایمان از نقص میشه، از بین میره، مشکنه. ای خوشحال است که ما مسلمان هستم. و این مشکل در افغانستان گفتیم به خاطر ازی زیاد است، به خاطر که در اینجا کس، ما وقتی که صنف مثل شما و نه مثلا 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله و 15 ساله شدیم، ما کورسای ادبیات گرفتیم. ما خودم یک وقت گلستان سعدی را کلش حفظ کرده بودم، همین الان بسیاری از اشعارش حفظم است، بسیار شعر می خواندیم، ادبیات می خواندیم، بسیار فقه خواندیم، لکن عقیده بسیار ضعیف بود و کورس عقیده وجود نداشت. و حتی یک وقتی که من خودم شخصا از صنف 14 دارالعلوم عربی کابل اول نمره فارغ شدم و بس در کادر دارالعلوم عربی کابل به صفت استاد در مدرسه دارالعلوم عربی کابل پذیرفته شدم و چند وقتی استاد هم بودم،
بعد از استادی خود پس رفتم شاگرد شدم، بر تحصیل رفتم بر خارج. یک وقت فکر کردم که من خودم مبتلا و بسیار از اعمال شرکی هستم و بودیم. تصور بگو یک نفری که از صنف 14 مدرسه فارغ شده و او هم اول نمره، بعد از او درس شروع کنه در مسائل اعتقادی، باز خودش بفهمه که من در بسیاری از مسائل شرکی مبتلا هستم و بسیاری کسای دیگه در شرک من خودم مبتلا کردیم. مثلا یک کس میامد پیش من، چون من فارغ صنف 14 هستم، میگه استاد یک تاویز برام نشته کو. و ما از پدر و پدر کلانا، آقا صاحبا و اولادای شخصیت های بزرگ هم هستیم. از یک طرف اولاد از او هستیم، از یک طرف صاحب مدرسه را خواندیم. در تاویز بزرگای ما برای ما میگفت که نشتکو یا بدوح. در تاویز نشته میکردیم 34، 35، 37، 39، هیچ معلوم نبود که 34، 35 چیست. یک وقتی که تحقیق کردم و کتاب تاویزات باز میکردم، از روی ازی که ما خودم تاویز دادیم، چون ما اکثر مردم افغانستان مؤلف نمیخوانیم، جای کتاب کی نوشته کرده تألیف کی است. آل یک وقتی این کتابی که میخوانم که در بین کتاب نوشته از بابا نانک. بابا نانک وقتی که این کتابی را که از رویش من تاویز نوشته میکردم، عین جدولایی که جادوگرا و ساحران نوشته میکنن. پس توبه کردیم، استغفار کردیم که الحمدلله که ما عقیده را فهمیدیم و خود از شرکیات نجات دادیم. اینال تو تصور بگو که یک کسی که دکاندار است، کسب کار است، مدرسه نخوانده، از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگفت؟ میگفت که امی شرک است مثل دبیب نمل است. دبیب نمل مرچک های خورد خورده میگن، یک قسم مرچک های زرد زرد است، بسیار کوچک هستن. و احادیث اگر تو آدم عملی سرش کار نشده باشه، نیده باشه، برش یک قسم فهمش درست نباشه. ما یک وقت میرفتیم منتظر شدیم، مرا گفتن که همینجا یک دل قصه شه، خود دیگر ها به حساب از اینکه لوکس هستن و بسیار عصری هستن و چیشتن در پالوی درخت برشان یک کمک خوششان نمه، من کمی قدیفه را که آوردم اگه صفحه دامه ازدم سر خاک میپردم قرار میشینم. در اینجا که شیشتم یک وقت سهل میکنم، دیدم یک دوسته دارم مرچهکاس تیر میشه. من بسیار به تفاوتی زیاد اون مرچهکاس زیاد متوجه نشدم. یک وقت سهل میکنم که همین لباسم اینجا هم کلش از همین مرچهک ها تا آمدن و بالا شدن و بالا شدن و بالا شدن و همین کل وجود مره همین مرچهک ها گرفتن، حالا خیر تکانده میرم تکانده میرم تکانده میرم تا که یک ساعت. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که همین شرک است مثل همین دبیب نمل وارست، اما تو مثل مرچهک های کوچک است که شما خبر نباشین، بی توجه هستین، یک دفعه در وجودتان داخل میشه و شما نمیفهمین. از این خاطر ایمانت رو نقص میکنه، از بین میبره، مشکنانه. تو خوشحال هستی که ولی من بسیار خوب مسلمان هستم، بسیار خوب دیندار هستم. و شیطان یک چل بسیار خطرناک شمامی هست که انسان در شرک داخل میکنه، باز میگه برو نال تسبیح 1000 دانه ای جور کن. یگانه که نمیره خوب در شرک مبتلا هست، لیکن یک تسبیح 1000 دانه ای هم داره، لیکن عمل کردش عمل کرد یک مشرک است. مثلا به رهبر خود سجده میکنه، اینو شیطان قناعت داده که این بزرگ تو که تو برای از زیاد اخلاص داری، پای زیر ماش کو، به این سجده کو، خود ذلیل بساز، برای از این رکوع بکو، در مقابل قبر از این سجده بکو، این همی کارها را میکنه. لیکن باز شیطان میگه آلو خب بیازه وقتی که در شرک داخل شدی، بیازه کل اعمال تو لئن اشرکت لیحبطن عملک، وقتی که در شرک داخل شده اعمال تو چی شد؟ از بین رفت. حال که اعمال تو از بین رفت، حال دیگه تسبیح میپرتی، ذکر میکنی، تلاوت میکنی، ختم میکنی، تانست تا به صبح نماز میخوانی، کل ازی چی است؟ ضرب صفر است. اگه هزارم ضرب صفر کنی مسایی به چند میشه؟ اینه شرک چی است؟ صفر است.
هر چیزی که کت شرکت ضرب کردی مثلا هزار کات نماز ضرب شرک جمع شرک مثلا به چی میشن؟ صفر. بس از این خاطر دیده باشین که بسیاری کسایی که شیطان یکی از چالایش است وقتی که در شرک مبتلا میکنه، در کفر مبتلاش میکنه، در ارتداد مبتلاش میکنه، بازی رو در دیگه مسائل دیگه علاج میته، میگه بیا از چی است پشت ما اوتو میگیره او رو خمه اگلم شد جمع کردم آل رو بان اینال. خب پس از نواقص اسلام اولی شکننده میشه گفتیم هفته گذاشته چی بود؟ شرک بود. او رو تشریح کردم با زباب شرک اقسام و ایایش بیان میکنم، زیاد چیز نمیکنم. دومی نقص کننده ایمان که ایمانم مشکنه واسطه قرار دادن است بین خالق و مخلوق، یعنی در بین خود و در بین خالق خود یک کس دیگه را واسطه قرار بده. اینا دی اصطلاحات اعتقادی هست، مثل اصطلاحاتی که در فیزیک هست، در کیمیا هست، در بیولوژی هست، در ریاضی هست. اینا کل از این فرمول هاست. اینا فرمول باید به شکل علمیش فهمیده شوه. بسیاری کسات سطحی در روی بازار یک چیز را یاد گرفتن نمیفهمن. اینا واسطه، خود واسطه فعلا از دیدگاه عقیده سه اصطلاح هست که من از پیشتان خواهش می است که این سه اصطلاح را خوب بفهمین که دین درست بفهمین، در شرک مبتلا نشین. یکی وسیله هست، یکی واسطه هست و یکی شفاعت است. ندانستن این سه اصطلاح بسیار سبب شده که بسیار مردم افغانستان در شرکیات مبتلا هستند. گای واسطه را که وسیله ختم میکنه، گای وسیله و واسطه را با شفاعت خلط میکنه، از پیش شما یک قسم گدوت شده مفاهیم. یکی رو در جای دیگه میبره، از این خاطر برش یک مشکل پیدا میشه. این حال واسطه چی هست؟ واسطه ایست که بین خود و بین خالق خود یک کسی را قرار بدی. این حالی رو علما میگن که دو قسم هستی واسطه. پس واسطه دو قسم است. یکی واسطه مشروع هست و یکی واسطه نامشروع. یکی واسطه جایز است و یکی واسطه ناجایز است. این حال واسطه جایز و ناجایز چی هست؟ واسطه جایز و واسطه ناجایز. واسطه جایزی است که بین خود و بین خالقت یک کس را من حیث معلم یا مربی قرار بدی. ما میخواهیم که الله سبحانه و تعالی را بشناسم، صفاتش را بشناسم. پس کی بر من الله را معرفی میکنه؟ پیغمبر. پس پیغمبر آمد در بین ما و تو واسطه شد تا ما خالق خدا بشناسیم. این واسطه مشروع هست. تو به خاطر فهمیدن ریاضی معلم میگیری، به خاطر از اینکه یک چیز را یاد بگیری پیش یک معلم میری. پس این واسطه مشروع هست که یک نفر از طریق پیغمبر قرآن میفهمه. از این خاطر میگن که این واسطه مشروع هست. پس از اون خاطر الله جل جلاله پیغمبرا را فرستاده تا این پیغمبرا بر ما خالق معرفی بکنن. پس هر کسی که معلم تو هست و مربی تو هست و بر تو خالق معرفی میکنه، این مشکل نیست. ای اگر واسطه انسان هم است، از این خاطر بر تو کدام هیچ مشکل ایجاد نمیکنه و این واسطه مشروع هست. پس واسطه مشروع کدام واسطه است؟ کسی است که خالق بر ما من حیث معلم باشه. سکن من حیث معلم، من حیث مربی، من حیث استاد. پس اگر معلم خالق بر ما معرفی میکنه، استاد معرفی میکنه، توسطی استاد ما خالق خدا شناختیم، توسطی پیغمبر ما خالق خدا شناختیم، توسطی پیغمبر ما قرآن فهمیدیم. پس این واسطه چی هست؟ واسطه خوب است. ادیب جان واسطه مثبت هم میفهمی؟ به اینجا بر ما بگو، اینجا بیا بگو کل اگه بفهمه. واسطه مثبت کدام واسطه است؟ که اون شخصی که بر ما الله را معرفی میکنه، واسطه مثبت استاد امو معلومی هست که ما را امو کسی که ما مثلا بر ما خالق ما را چی میکنه؟ ما را درست معرفی میکنه. اینا رو پس پیغمبر چی گفت؟ انما بعثتو معلمن. پیغمبر گفت من چی هستم؟ من معلم هستم که امو خالق برای شما معرفی میکنه. پس معلم، پیغمبر،
استاد رهنما ای چی هسته؟ این واسطه مثبت است. تشکر بشه. واسطه دوم واسطه چی است؟ منفی یا شرکامیز. ای کدام واسطه است؟ واسطه است که یک شخص را ما در بین خود و خالق بر از این قرار بدیم که این شخص به این استغاثه بکنیم، به این شخص عبادت بکنیم، به این شخص سجده بکنیم تا ما را به خداوند برسانه. ما بریم پیش یک شخص، مجبوریم که این شخص خداوند العیاذ بالله از من دور است، سوال من را قبول نمی کنه، پس ما به تو آمدیم سجده میکنم، به تو رکوع میکنم، به تو عبادت میکنم، به تو دست دعا را بالا میکنم که تو واسطه ما شوی و خداوند سر ما رحم بکنه، تو واسطه ما شوی، دعای ما را قبول بکنه، تو واسطه ما شوی. فهمیدین یعنی؟ پس واسطه منفی کدام واسطه است؟ که بین خود و خالق خود به خاطر خلاصی از مشکلات، به خاطر استغاثه، به خاطر استعانت به یک به مخلوق رجوع بکنه و او را بین خود و بین خالق خود واسطه قرار بده. اکثرا کسایی که گمراه هستن این مشکل دارن. مشرکین قریش وقتی که از مشرکین پرسان میکردن که شما خداوند را میشناسین، الله را میشناسین، میفتن بله، خالق آسمان ها و زمین کی است؟ میفتن الله هست. شما را کی پیدا کرد؟ میفتن الله پیدا کرده. شما را کی روزی میده؟ الله میده. میگفت خیلی پیش از این بت ها چرا میرین؟ پیش از این بت ها چرا میرین؟ میگفت این بت ها ما را به خدا نزدیک میکنه، ما از خدا دور هستیم، ما اول پیش بت میریم، بت ها ما را چی میکنه؟ به خدا نزدیک میکنه. مشرکین حبشه پیش قبرها میرفتن، میگفتن چرا پیش از این قبر میره؟ میفی صاحب قبر بسیار خوب آدم است، دوست خداست، این ما را به خدا نزدیک میسازه. پس ما میریم پیش از این قبر به صاحب قبر سجده میکنیم. ببینید در حالت قبلی کس بر معلم خود رکوع سجده نمیکنه، بر معلم عبادت نمیشه. بعضی اوقات تو میباشه که شاگرد از معلم کده لوکستر میباشه، بعضی اوقات میباشه که شاگرد از معلم کده قوی تر است، قدش بلندتر است. بعضی اوقات تو راست مثلا معلم در چوکی ششته، مثل که پیشتر ادیب ششته بود، استاد است. پس او هیچ وقت برای من خدا ذلیل نساخته. در واسطه نامشروع مخلوق خدا برای مخلوق دیگه چی میسازه؟ ذلیل میسازه، برای او رکوع میکنه، سجده میکنه، عبادت میکنه، باز به خاطر ازی که این مخلوق مرا به خدا نزدیک بسازه. اما معلم که است ما به این نیت نیستیم. شاید امیال ادیب یک بر هزارم حس از مکده پیش خدا عزتش بیشتر باشه. او از مکده تو شاگرد از مکده هزار مرتبه رتبه پیش خداوند بلندتر است. ما به این عقیده است والله اعلم. پس تو از من که خوبتر هستی، تو خدا بر من ذلیل نمیسازی، تو فقط از من درس یاد میگیری، اما سجده تا و عبادت تا و دست دعای تا بر الله بلند میکنی. اما برعکس از این، او کسی که واسطه نامشروع میره، باز او به او جانب مقابل به می کسی که بین خود و بین خالق قرار دادن، مثل مردم های کریستیان یا نصرانی ها پیش مجسمه عیسی مسیح میرن سجده میکنن، پایای از او رو بوسه میکنن، در مقابل از او خود ذلیل میسازن، بت پرستا در مقابل بت خود ذلیل میسازن سجده میکنن، و قبر پرستا در مقابل قبر سجده میکنن. شما ببینید مثلا کسایی که پیروای بابا نانک هستن در مقابل قبر بابا نانک سجده میکنن، و کسایی که متأثر هستن به اندیشه از یا ببینید که در مقابل اونمو دوست خدا یا ولی خدا یا آدم خوب است یا آدم خراب است یا انسان است یا کدام درخت است سجده میکنن و خدا بر ازمو مخلوق ذلیل میسازه. پس فرق از بین واسطه فهمیدین یعنی؟ انشاءالله بسیار دقیق گپ هست که بسیاری کسا نمیفهمن. یکی واسطه چی هسته؟ مثبت و یکی واسطه منفی. واسطه مثبت در لباس یک معلم، در لباس یک پیغمبر، در لباس یک استاد تبارز میکنه، و واسطه منفی در لباس یک معبود، یک کسی که برش سجده میشه، عبادت میشه و برش استغاثه میشه، در لباس از او ظهور میکنه. این از دو قسم از چیز. خب این واسطه که منفی هست، چرا منفی هست؟ مشکل چی هست؟ مشکل این نوع واسطه تحت عنوان است در کتاب، مشکل این واسطه چی هست؟
همی که یک نفر پیش یک بت میره یا پیش یک قبر میره یا پیش یک درخت میره یا پیش یک مخلوق میره و میخواد که او را بین خود و بین خالق خود واسطه قرار بده، نه من حیث معلم بلکه من حیث یک کسی که او را به خداوند نزدیک بسازه و دعای ازیر به خداوند ببره. مشکل ازی تقریبا چند مشکل دارن. اول مشکلش است که این کسایی که این مخلوق در بین خود قرار میده یا مشابهت دارن به مشرکین، کار مشرکین میکنن. مشکل اولشان چی است؟ که امی واسطه گیری خود از کجا گرفتن؟ از مشرکین گرفتن. مشرکین چی عادت داشتن؟ آیات قرآن سه که برای ما قصه میکنن. چرا آیات قرآن همیشه از عادات مشرکین قصه میکنن؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه کسی که جاهلیت نشناسه اسلام شناخته نمیتونه. کسی که جاهلیت عصر جاهلیت نشناسه اسلام فهمیده نمیتونه. چرا اسلام آمد رواجهای مشرکانه مشرکین نقص کرد، از بین برد. اینا تو که عصر نشناسی تو اسلام فهمیده نمیتونی. پس مشرکین چه قسم عادت داشتن که قرآن آمد ردشان کرد؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آیت قرآن چی میگه؟ میگه کسانی که بغیر از الله دیگران را دوستهای خود ساختن، جاگزین خالق ساختن، اینا چی دلیل داشتن؟ میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما نعبدهم، سوره زمر آیت 3 است. لطفا این آیت شریف خوب حفظ بکنین و سر از این آیت یک 5 دقیقه لطفا فکر بکنین. 5 دقیقه در خانه تون بشینین سر از این آیت شریف فکر بکنین که مشرکین چی میگفتن؟ قصه میکنن که بت پرستا وقتی که برشان گفته میشد که شما چرا پیش بت ها میرین، یا میگفتن ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمیکنیم الا مگر به خاطر ازی ما بر از اینا نظر میبریم، بر از اینا سجده میکنیم، بر از اینا احترام میکنیم، بر از اینا دعا میکنیم. به خاطر چی؟ لیقربونا الی الله زلفا، که اینا ما را به الله نزدیک میسازه. ما از خدا بسیار فاصله داریم، دور هستیم، پس این دوستای خدا ما را به خدا نزدیک میسازه. این استدلال مشرکین بود و قرآن بر ما بیان میکنه. اینا لگه ما استدلال مشرکینه و رد آنچه که الله برشان گفته ایره بفهمیم، از شرک نجات پیدا میکنیم. در غیر از او در لباس مسلمان خود ما هم استدلال میکنیم. همین بعضی مسلمان هایی که مشرکی یا در شرک مبتلا هستن یا اشتباه همین اشتباه را میکنن، وقتی که از پیشان پرسان کنین که شما چرا به قبر سجده میکنین، چرا گرد گرد از قبر طواف میکنین، چرا ایتار چیز میکنین، او برادر و دوستای خداوند هستن، ما روی سیاه هستیم، ما شرمنده هستیم، این امی هاست که عذر ما را به خدا چی میکنن؟ پیش میکنن. پس ببین امو استغاثه عذر ما را کی پیش میکنن؟ چرا عذرت مستقیما به الله نمیگی؟ چرا عذرت مستقیم به الله نمیگی؟ از این خاطر چون این مشکل داشتن، الله سبحانه و تعالی در رد دیگه پس اینا برای مسلمان ها فهماند که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، که پای مشرکا رو اوسو کن، وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال کرد، فإنی قریب، ما به بنده خود نزدیک هستم. باز آیت قرآن دیگه آیت میگه که خوب دقیق سگ فرمولا رو بر ما میته، فرمولای اعتقادی هست. باز آیت دیگه قرآن چی میگه؟ چه قسم قریب است؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. حالا از شعره گردن که کی برات نزدیک است؟ الله برات نزدیک. پس مجرده که یک کلمه که از دهانت میبره، اول شارک گردنت حرکت میکنه، میکنه نمیکنه؟ زیاد که چیخ بزنی همین شارک گردن چی میشه؟ میپنده. لکن الله از شارک گردن تو که بر تو چی است؟ خب خیلی وقتی که الله برات نزدیک است، چی نیازی داری که سفر بکنی بری پیش یک مخلوق دیگه که او تو را باز دسته بگیره به او ذات خیلی. پس تو از صفت قریب بودن الله منکر هستی و انکار از یک صفت الله انسان در شرک و در کفر داخل میکنه. اگر عقیده داری به این دو آیت قرآن
اذا سألك عبادی، وقتی که سوال کرد از تو ای پیغمبر بنده های من، حتی در اینجا یک گپ بسیار دقیق متخصصین عقیده میگن. اونا میگه شما همین آیات قرآن رو مقایسه بکنین باز دیگه با دیگه آیات قرآن. در دیگه آیات قرآن وقتی که از پیغمبر سوال میشه، یسالونک عن الروح، برای پیغمبر میگه قل، تو برشان بگو، قل الروح من امر ربی، بگو که روح از امر پروردگار. یسالونک عن المحیط، قل، در کلش. اما در اینجا باز حتی کلمه قل هم برای پیغمبر نگفته که تو برش بگو. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. الفرق از بین انسانی که قرآن میخوانه و آیات قرآن تحلیل میکنه و تجزیه میکنه و بین او کسی که قرآن از روی خوانده نمیتونه و او خود متخصص و یا رهبر یک گروپ اسلامی قرارداد میکنه، او شاگردهای خود به گمراهی میکشانه. این حال اگر کسی به دو آیات قرآن باور داشته باشه، ایمان داشته باشه، اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های ما درباره ما پرسان کرد تو را، فإنی قریب، پس اینی، این تأکید است، یقینا که من قریب به بنده خود نزدیک هستم. باز چی میگه بعدش؟ اجیب و دعوت الدعا، من اجابت میکنم دعای دعات کننده را. الله میگه که من اجابت میکنم، فلیستجیبو لی، پس به اوامر من اجابت بکنین شما، ولیؤمنو، و ایمان برین به من. پس کسایی که دست دعا را به غیر الله بلند میکنن، از قریب بودن الله و از مجیب بودن الله، این دو صفت الله را نمیشناسن. و مشکل بزرگ ما و شما ای است که صفات کلی گیری میفهمیم، صفات الله را نمیشناسیم. صفات الله مجیب است، یعنی اجابت کننده دعاها، تقاضاها، خواهشا و سوالهای بنده ها، اجابت کننده هست، ما امیره نمیفهمیم. و قریب صفت دیگه الله هست، ما از قریب بیخبر هستیم. پس میریم سفر میکنیم، مزار، غزنی، شاید شمشیره، چلتن. چرا؟ به خاطر از اینکه این کس چرا سفر میکنه از اینجا تا به اونجا؟ امی پیسه 20,000 30,000 که تو تا مزار میتی، تا چلتن میتی، تا غزنی میتی، امو رو به یک فقیر بده، یک کتاب قرآن با ترجمه بخر بخوان، اما وقت تک در موتر سوار میشی او رو بفهم که الله قریب است. پس اگر ما امی صفت الله را درک بکنیم که الله قریب است، نیاز و احتیاج و ضرورت نداریم که ما پیش مخلوق دیگه بریم. پس از این خاطر اول امی که پیش یک مخلوق میری، میره واسطه در بین خود و بین خالق یک کس دیگه را قرار میتیم، معنیش ایست که الله از شارع گردن به من قریب است. قریب مادی فکر نکنین، چون ما شما مادی بحث نمیکنیم. الله بر ما نزدیک است ای که الله با علم خود و با درک خود نزدیک است و ما را هر ثانیه هر کلمه که انوز به شارک نرسیده، انوز در قلبت است، انوز از قلبت بیرون نامده، زبان تو را انوز ترجمه نکرده، الله از او آگاه است. پس چرا او کسی که از قلبتو در تصرفش است به او رجوع نمیکنی و به کس رجوع میکنی که خودش زیر کودها خاک است، خودش مخلوق است، خودش محتاج است، خودش عبادت میکرد، خودش نیازمند بود؟ پس یک مشکل واسطه ای چی بوده؟ مشابهت با مشرکین. دوم مشکل چی است؟ مشکل دومی چی است؟ به خاطر عقیده داشتن به دوری خالق. اگر چی مثالشان براتون گفتم، به خاطر چی؟ عقیده داشتن به دوری خالق و بیخبری از صفت کدام صفت خالق؟ آفرین، صفت قریب. پس این مشکلش از کجاست که صفت قریب نمیفهمه و هیچ وقت نخوانده، همیشه خوانده که نماز قدر شکننده داره، وضوع قدر داره، فلانی فلانی هست،
در افغانستان چقدر مسابقه سیرت است؟ چند مسابقه توحید تا بالا شنیدین؟ ما از خالق هم که پیغمبر را بیشتر میشناسیم. من نمیگم مسابقه سیرت خوب نیست، لکن قبل از سیرت پیغمبر کرده کی رو باید بشناسیم؟ الله رو بشناسیم. یک مسابقه بگیرین که صفات الله در اونجا معرفی شون، که مردم الله را بشناسن. عمل برین در میروی سرک بگویم صفت قریب الله را تشریح کو، از خوب پروفیسرها پرسان بکن نمیفهمه. مشکلش در چی است؟ خاطر از اینکه ما بسیار در چیزی که بسیار مهم است بسیار به تفاوت هستیم. اولویت ها را در نظر بگیم. اول شناخت خالق است، باز شناخت پیغمبر است، باز شناخت صحابه، باز شناخت دیگه شخصیت ها است. سعی کنیم مخروط دین ما و شما همیشه چی است؟ سرچپه. همیشه استادا را که ما میگفتیم، میفتیم ما چی مشکل داریم؟ وقتی که اگر یک سوال میکردیم باز استاد عرب خب متخصص بود، باز ما رو میگفت اسکت اسکت اسکت. میفتیم چرا از لماذا دکتر عجیب نه؟ لا 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 لا، مخروط دینکم منعکسه. شما مردم افغانستان مخروط دینتان چی است؟ سرچپ است. گفتیم چی قسم؟ اول الله را بشناس، باز رسول الله را بشناس. اول لا اله الا الله هست یا نه؟ یا اول محمد رسول الله است باز لا اله الا الله؟ کدامش است؟ اول لا اله الا الله پس لا اله الا الله را بفهم، باز محمد رسول الله را بفهم، باز اصحاب رسول الله را بشناس، آل بیت رسول الله را بشناس، باز در مرحله چهارم دیگه شخصیت های اسلام را بشناس. سیز نه؟ مخروط دین سرچپه چی مانا؟ ما سرچپه شخصیت های دین کلش را بشناسیم. اول از کجا شروع کردیم؟ از پایان این قسم. صحیح نه؟ اول شخصیت ها را میشناسیم. اگر یک کسی رو بگه بخی احمد شاه بابا پیزنه، او احمد شاه درانی خیه دست شای پیزنم چه پلار پلار نه، نیکونه را تا معلوم دی. بسیار خوب. اگر یک کسی رو پرسان کنی که عاشقان عارفان هم میشناسی؟ او عاشقان و عارفان سیز نه؟ تر والله هست نیست همه تو؟ اگر بگی فلان قهرمان، فلان پیلوت، فلان بچه فلم، فلان فلانی، ایره خوب بیخی دیگه؟ یعنی چیزایی را که نباید بفهمیم اونه میخواییم بفهمیم. بچه های آدم علیه السلام چی نام داشت؟ دخترهای چی نام داشت؟ نواسایش چی نام داشت؟ اول کسی که در دوزخ میره کیست؟ یعنی چیزی که باید نفهمیم هیچ به درد هم نمیخوره. حالا ما چی کنیم که حضرت آدم علیه السلام 500 بچه داشت، 1000 بچه داشت، نامایشان چی بود؟ گیری میمیل استفس کردی چی فایده؟ یعنی دو بچهش مهم است که آبیل و قابیل است که قصهش در قرآن آمده برای پند است. اما دیگه بچه‌هاش ما چی کنیم؟ چند تا بچه داشت، نامایشان چی بود؟ در چند سالگی ازدواج کردن بود؟ بچه‌هاش چند تاش چک داشت، چند تا نواسه داشت، چند تا کواسه داشت؟ این دیگه پایه‌ای است که همیشه سوال میشه. این حال ما شخصیت های دیگر خوب میشناسیم، اما صحابه کرامه نمیشناسیم. به صحابه نوبت نمیرسه، چرا که ما تمام روز کل گفت ما سر چیست؟ یاد بود از فلان شخصیت، وفات از فلان شخصیت، رسیدن به فلان شخصیت. بازو که اگر یک همه که بالاتر خیز کنیم در بین صحابه، یک دو سه صحابی را خوب شخ ما کم گرفتیم، آنقدر در قسمت از دو سه صحابی افراد میکنیم که دیگه صحابه را دشنام میدیم. از او اصحاب، از قبر از او اصحاب، از قبر از آل بیت پیغمبر بیخی مزار جور کردیم. علی شیری خدا دردم دوا کو، واسطه شد نشد. مناجات مرا چرا خودت مناجاتت پیش الله نمیگی؟ و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. نه من میرم مزار که او برای من چی کنم؟ مناجات من رو به کی ببرم؟ به خدا ببرم. چراغ روزغنی نظر تمیتم سیست؟ به هر جا عاشق است دردش دار. عاشق چی هست؟ عاشق یک دختر لندغر بد اخلاق. آیه حضرت علی رضی الله تعالی عنه
خدا شهید ساخت به خاطر ازی که عاشقای افغانستان دردش دوا بکنه. یعنی خیر است، یعنی ما و شما حداقل الله بر ما عقل داده، دانش داده، فهم داده در اصل ساینس تکنولوژی، یعنی حداقل معقولانه. چرا یک اروپایی در آخرین منطقه اروپا قرآن هم میخوانه بسیار یک موحد خوب میشه؟ چرا یک امریکایی در امریکا که هیچ ملا و مولوی را ندیده، او چرا یک موحد بسیار خوب است؟ یک کس شما در اینترنت ببینید به نام عبدالرحیم گرین، با خدا از توحید گپ میزنه که مرا در گپ زدن از او گریه میگیره. مدار فیلمایش هست همیال پیش من. او چرا تو موحد واقعی میشه و ما نمیشیم؟ به خاطر از اینکه او حداقل قرآن خوانده و در آیات قرآن در معنایش فکر میکنه. و ما و شما یک عیب کلان مایی است که هر کتاب با معنا میخوانیم، یگان کتابی را یگان کتابی که با معنایش هیچ فکر نمیکنیم چی است؟ قرآن است. دمی ختمایی که قاری سه پنج سپاره شش نفر قاری در یک ساعت ختم میکنن و صاحب خانه هیچ قرآن نمیفهمه و خوشحال است که من ختم کردم ثواب برم رسید. و این ختم هم عبادت است و در مقابل عبادت پیسه گرفته و این علما کلشان میگن که اگر در مقابل عبادت پیسه گرفته شد، نیت خواننده قرآن غلط شد، چون نیتش پیسه شد، پس عبادت وقت قبول میشه که نیتش چی باشه؟ رضایت الله باشه. اما نیت چی شد؟ پس اینا وقتی که من در ختم میرم، خیر است، من خودم مددگار چیز نمیگم، خودم اینا وقتی که من در ختم رفتم به نیت ازی که چی بگیرم؟ 500 روپیه بگیرم. پس اینا الان هر قدر قرآن را که خواندم به نیت چی خواندم؟ پیسه. از این خاطر یک صفحه می خواندم یک صفحه تیر میکردم، یک صفحه می خواندم چهار صفحه تیر میگم، صاحب خانه را سر میگم نیست الف لام میم تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض. یک وقتی که میشد در 40 دقیقه ما وقت 5 سپاره را خلاص کنم، تو بیارم و آوا تو بیارم و چه داشت. و هر کس که در مقابل ما استاد می، شما به قرآن احترام ندارین؟ آله داریم، لکن قرآن خواندن، قرآن خودم بخونم یا کس دیگه برم بخونه؟ این حال وقتی که من خودم قرآن لفظ یاد نداشتم، بر خواندن لفظ قرآن کرا میگیرم نفر. خوب سیل کنین، پس معنایش چطور یاد بگیرم؟ عقیده خودو چطور ازی بگیرم؟ قرآن خوب برازی است که خودت لفظش بخوان و رتل القرآن ترتیلا، فرض سرت. چطور تو معسل هستی صنف 3 یا 4؟ حداقل در روز قیامت الله پرسان کنه بگه تو بخوان، بگی بسم الله الرحمن الرحیم. آه، نام رحمان رحیم بود یا رحمان الرحیم؟ چرا شتو که خورد رحمان رحیم گفته میتونه و تو معسل گفته نمیتونی، تو دکتر گفته نمیتونی، تو انجینیر گفته نمیتونی؟ به خاطر ازی که تو به هر چیز وقت دادی بغیر از شناخت قرآن عظیم و شان. پس اینا وقتی که کس نفهمید معنایش، نفهمید جفا که در مقابل قرآن، عقیده خود از قرآن گرفته نمیتونه، چون قرآن هیچ وقت به معنا نخوانده. امیل شما متاسفانه پرسان کنید بسیاری کسا، چند نفر است که بغیر از این جوانای دعوتگر ما را، من نمیگم امید دیگه مردم ما را، بگوین که لطفا چند رکعت نماز تا با معنا خواندی؟ چند رکعت نماز تا با معنا؟ بسیاری کسا 60 ساله شده معنای سبحانک اللهم را تابال یاد نداره. چی قسمی نماز میخونی؟ نماز گپ زدن است با الله، گپ میزنی که معنایش نمیفهمی؟ بر شمی قسم تلقین شده که ها ولی خلاص نه بخون. پس ایناله مشکل دوم چی بود؟ به خاطر که صفت چی بیخبر است؟ چرا واسطه میکنه؟ به خاطر ازی که نمیفهمه که الله بر ازی چی است؟ قریب است. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اگر ما عقیده داشتم پیدا کردم، دارم الحمدلله که الله از شاره گردنم بر ما نزدیکتر است، دست خدا که بالا میکنم، یا الله یا من تجیب السائل قبل سؤاله، ای ذاتی که سؤال کننده را قبل از اینکه سؤال خودم مطرح کنه سوالش جواب میدی. بسیاری اوقات
اما تو شده دمی دلت یک چیزی میگرده کاش که این تو میشد که میری کمی کار شده یا سبحان الله من از دعا نکرده گی ذات است که قبل ازی که تو سوال بکنی عالم غیب است و با خبر است. سوم مشکل ازی مردم ها چی است؟ تشبیه خالق به پادشاه هست. این فرمولا هست، خوب دقیق متوجه باشید. برای پادشاه وقتی که میری خوب فکرت باشه، پیش پادشاه میری یا پیش یک وزیر میری یا پیش یک رئیس جمهور میری، مستقیما رفتن نمیتونی، مجبور هستی بری پیش رئیس دفترش، مجبور هستی پیش سکرترش بری، مجبور هستی پیش مشاورش بری، مجبور هستی پیش یک کسی بری از اقارب و دوستا و نزدیکاش که این نفر تو را به پیش پادشاه چی کنه؟ برسانه. پیش رئیس جمهور تو را برسانه. پس خودت مستقیما رفته نمیتونی، حتما واسطه که خود میگیری، بیادر فلانی وزیر کار دارم، کدام کسی را برش نمیشناسه، میگه آه ولی یک کسی را میشناسم، خیمور خوب بگو، بازو صاحب در موتر میگه او را میری برش یک موتر هم میگیری او را باز پیش میبری، بازو کدام دوان دروازه رفت برش میگه که بر فلانی صاحب وزیر صاحب بگو فلانی آمده، مجرد که پیش وزیر صاحب رفت او پرزگه که روان کرد که فلانی کار داره، باز او میره ترام کرد خود چی میکنه؟ میبره. اینال کسایی که پیش خداوند خودش مستقیما نمیره، رجوع نمیکنه، از طریق واسطه ها پیش میره، چرا؟ به خاطر که خالق به کی تشبیه کرده؟ با این پادشاه یا وزیر یا رئیس جمهور یا رئیس یا هر کسی که است. پس مشابهت خالق با مخلوق خودش شرک است نیست. اینال اکثرا کسایی که برشان بگویی که چرا خودت مستقیما دعا نمیکنی، میگه او برادر من روی سیاه هستم، من شرمنده هستم، این دوستای خداست، این دوستای خدا مرا به خداوند چی میکنه؟ نزدیک نیست. اما گپ مشرکین شد، یعنی لیقربونا الی الله، عین گپ است. من تو مشرکین او را قطع نان جواری پیش میکنن، ما و شما در چاکلیت مینو، عین گپ است، هر دو جمله یکیست. منتها جمله از او بیچاره با می جمله خود مشرک شد، کافر شد، در دوزخ رفت، قوم ابو جهل شد، و ما و تو این جمله را میگیم خوب مسلمان هستیم، یک تا پرست هستیم، خوب دوست خدا هستیم، خوب است، این کار را میکنیم، لیکن منتها فرق چی است که ما خود بسیار آدم چی میگیریم؟ خوب میگیریم. چهارمی مشکلشان چی است؟ مشکلشان چهارمی مشکل از کسایی که واسطه میکنن، شک در مهربانی خالق است. اینا شک دارن که خالق مهربان است. سکت جمله شانه بگو چرا پیش فلانی رفتی؟ چرا خودت به خالق نصف شب نمیخیزی؟ خودت به خالق سجده نمی کنی؟ الله خو میگه که واسجد، با چی قریب میشی به الله؟ با سجده. خب واسجد وقت داره به چرا عمل نمی کنی؟ چرا خودت پیش از این میری؟ این برش در جواب چی میگه؟ میگه والا من روسیا هستم، من شرمنده هستم، من بسیار گناهگار هستم، من بسیار بدبخت هستم، خدا کی گپ من قبول میکنه؟ خی دوست خدا چرا سون شرمندگی و سیاروی و بدبختی و گناهیت نمیبینه؟ به این یقیده هست که ای بسیار مهربان است. گناهی ما هم دید میگه خیر است، اشتباهی ما میگه خیر است، غلطی ما میگه خیر است، این خوب آدم است، خوب مهربان است. اما خداوند به اساس نمی گناه ها و روسیایی من دعای مرا قبول نمیکنه. اینال بین دو کسی که یک کسی که تو گناهگار شرمنده روسیا هستی پیشش میری و هیچ پیش از یا نمیگرده، بازم که تو کمک میکنه، و کسی دیگه است که سن روسیایی و گناهی تو سل کرده که تو کمک نمیکنه، کدامش مهربان است برات؟ رحمان رحیم به کی دادی؟ به مخلوق دادی یا به خالق داد؟ پس اینجا شک از اینا در چی هست؟ در مهربانی خالق است. اگر ای عقیده داشته باشه که بسم الله الرحمن الرحیم من میخوانم، الله ذات رحمان رحیم است، باز هیچ وقت ای گپ نمیزنه، میگه پروردگارا، دست خدا بالا میکنه که یا الله درست است، من گناهگار هستم، من شرمنده هستم، من بدبخت هستم، من بسیار گناه کردیم، بسیار غلطی کردیم، هیچ روی ندارم، لیکن پروردگارا رحمان تو هستی، رحیم تو هستی، مجیب تو هستی، تواب تو هستی،
پروردگارا تو ذات بزرگ هستی، ما خب بنده هستیم، اینمی قسم عاجز هستم که این گناه از دست من رخ داد. پس پروردگارا با تو سجده میکنم، دعای ما قبول بکن، عفو ما قبول، مرا عفو کن. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. پروردگارا تو عفو هستی، بسیار عفو کننده هستی، کریم هستی، تحب العفو، عفو را خوش داری، فاعف عني. پس پروردگار از معفو کن. این الفرق از بین کسی که سیستم دعای خود از پیغمبر گرفته و فرق از بین کسی دیگه که از دل خود در رحمان الرحیم. پنجمی مشکلشان چی است؟ یا میخوان که شفاعت در دنیا بسازن، شفاعت مخصوص دنیا بسازن. برادر عزیز، شفاعت حق است، لکن در دنیا هست یا در آخرت؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شما شفاعت کبرایی که هست، شفاعت صغرا هست، شفاعت کبرا در روز قیامت، همین حدیث چه بخونین؟ در حدیث چی میگه که در روز قیامت، نمیگه در دنیا، میگه در روز قیامت وقتی که بنده ها جمع میشن پیش یک پیغمبر، من آدم علیه السلام، باز میشن پیش نوح علیه السلام، پیش دیگه پیغمبر، پیش دیگه پیغمبر، تا که اینا به الله جل جلاله شفاعت بکنن که امی ترازوی میزان گذاشته شد و مردم از امی جنجال روز قیامت خلاص شدن. باز بالاخره پیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجده میکنه. چرا سجده میکنه؟ به خاطر که اجازه بگیره، چون او میفهمه که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این حال بسیاری کسا مانای شفاعت رو نمیفهمن که شفاعت چیست. شفاعت مقید است به آخرت، در دنیا شفاعت نیست. اتونه است که تو نماز نخوانی بری پیش یک کس، باز او تو را به نمازی تو را چیز کنه. شفاعت در روز آخرت است، شفاعت در روز آخرت است، و شفاعت حق الله است. ایره بیچاری کسا نمی فهمن. شفاعت نه حق پیغمبر است، نه حق ولی الله است، نه حق ملائکه است، نه حق جبریل است، نه حق میکائیل علیه السلام. شفاعت حق الله هست، و این حق الله بر بنده هایی که خاص برش میده. اینال مشکل ششم واسطگرا چی هست؟ که اینا پنجمیش، مثل مشرکین و یعبدون، سیکو آیت قرآن چی میگه؟ و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. میگه مشرکین عادت داشتن که عبادت من دون الله را میکردن، بغیر از الله کسای دیگر عبادت میکردن. کی را عبادت می؟ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، کسای عبادت میکنه که نه برشان ضرر رسانده میتونه نه نفع رسانده میتونه. و وقتی که گفتم میشد که چرا پیش ازی میری عبادت میگه، و یقولون ها اولای شفعاؤنا عند الله، ما پیش ازی قبر میریم، پیش ازی بت میریم، پیش ازی مجسمه میریم، این شفاعتگر ما هست به نزد الله، ما میریم برای سجده میکنیم، رکوع میکنیم، عبادت میکنیم. یا به قصد شفاعت در شرک داخلش میشن. اما اگر یا منتظر باشن خودشان موحد یک تا پرست اعمال نیک بکنن، اشتباهات و گناهایی که کردن باز ایره در روز قیامت الله بر بعضی پیغمبرا عزت میده، و بعضی از علما با حفاظ قرآن به بعضی شخصیت های اسلامی عزت میده که باز او شفاعت کنه. مثل چی؟ مثل از این که مثلا خود در روزانه خوب درس خواندی، خوب زحمت کشیدی، لکن در امتحان بر ده یک نمره مشکل داری. ایناله ده این یک نمره که تو اینجا مشکل داری، باز اینجا مثلا امور استاد میخواه که یک کسر تارا میخواه کامیابت کنه، چون توش برش ثابت هستی که تو شاگرد خوب هستی و درس خوان هستی، لکن در امتحان اگه اشتباه از پیشت رخ داد تارا برات نقص میکنه، از اول نمرگی تارا پایین میپرده. باز یک کس دیگه میگه والا استاد دیره خوبی میشناختین، خود یک شاگرد بسیار لایق و خوب و فلانی بوده، میگه والا راستی واقعا، پس امرایت همکاری میکنه. اما واسطه ای است که تو هیچ درس نخوانی،
هیچ درس نخوانی و بری یک کسی را دست گرفته و بری بگی تو واسطه ما شو که ما را از صفر صد بده. اینا المشکل از یه است که اینا بین شفاعتی که مخصوص آخرت است و بین شفاعتی که مشرکین عادت داشتن پیش بت ها میرفتن یک نوه خلط است پیششان میشن، از این خاطر یا این کار میکنن. و ششمیش مشکلشان که این کار میکنن که برادر چرا این قسم نیست و چرا شما واسطه را مخالفت میکنین، باید شفاعت باشه و آیا پیغمبر دوست خدا نیست و آیا این صاحب قبر شاید شمشیر دوست خدا نیست، آیا ما از یه چیز نکنیم؟ برشان میگیم که برادر عزیز این نظر شخصی تو است، اما این اسلوب تو مخالف اسلوب رسول الله صلی الله علیه وسلم و دیگه پیغمبر است. شما کل قرآن عظیم الشان را بخوانین، دعاهای پیغمبر را بخوانین، دعاهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را بخوانین، در هیچ دعاش نامده که پیغمبر هم دعا کرده بکشه ای خدایا بروی آدم علیه السلام مرا ببخش، بروی ابراهیم علیه السلام سرما چی کن؟ رحم کن. آیا قبل از زکریا علیه السلام دیگه پیغمبران نبود؟ بودن. چرا زکریا علیه السلام در دعایش گفت که رب اینی وهن العظم منی، مستقیما به پروردگار خود گفت. چرا کل دعای پیغمبرا ربنا 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 هست؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش میگه که اللهم اینی اسألک بی اسمائک الحسنا؟ چرا نامهای الله را میگه؟ چرا نگفته آیا در یک دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که گفته باشه که پروردگارا به حق ابراهیم علیه السلام، به حق اسماعیل علیه السلام، به حق فلانی علیه السلام گفته؟ پس وقت دعا عبادت است، عبادت شرطش ایست که به طریقی کی باشه؟ به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس تو که دعا میکنی آیا دعایت به طریقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است؟ این نظر تو هست که میگی به حق فلان و به سر فلان و به فلانی فلانی، کار اسلوب توست. تو دعایت باید به اسلوب پیغمبر بکنی که تا دعایت تو قبول شوه. از این خاطر اینی ششمی مشکل مردمای چی هسته که واسطه میکنه. دیگهش اقسام واسطه جویی مشرکا در عصر رسالت است. این وانا نشته کنین، اقسام واسطه جویی مشرکان در عصر رسالت. اینال اینی اقسام واسطه جویی مشرکان در عصر رسالت در هفته آینده بخیر میخوانیم، عنوان درس هفته آینده ما هست. و من درس خود به خاطر ازی 10 دقیقه 15 دقیقه پیشتر ختم میکنم که جوانایی که نظر میتن خلاصه درس میگن گپای ازی بسیار مهم است و دوستا فکر میکنن که نه امی گپای استاد بشنویم که امی استاد خلاص شد دیگه آستا کپک 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 میبراین. امیدوار هستیم دوستای عزیز یا من 10 دقیقه 15 دقیقه درس میتم یا 15 دقیقه به خاطر جوانا باید چی کنن؟ گپایشان رو گوش بگیرن که در گپای زیاد تاثیر است. خلاصه درس اینا میگن و ما شما از سخنای زیاد استفاده میکنیم. خب از درس امروز نقاط پاورپوینت هایش کی یاد گرفتم، نقاط مهم مهمش یک برای ما تشریح کنن. تی اولی که معیار در اعمال و ای که اعمال به نزد الله متعال قبول شوه او باید عقیده انسان جور باشه. به می خاطر عقیده در دین اصول گفته میشه و کسی که عقایده میخوانه او بلندترین شخصیت و با فضلترین شخصیت به نزد الله و به نزد کسایی که عقیده را میشناسن و دین را میشناسن هستن. و به می خاطر علوم عقیدوی علوم اصولی گفته میشن و کسایی که این علوم را درس میتن باید از قرآن و حدیث بسیار آگاه بوده باشن. به خاطر چی؟ اگر کسی قرآن و حدیث درست نفهمه و عقیده خود از قرآن نگرفته باشه، در این صورت امکانی داره که به انحراف بره و یک چیزی که به الله متعال او متصف نبوده باشه، او صفت به الله متعال متصف کرده باشه، او را بکنه و مردم عقیدش خراب بکنه. دیگه ای که ما یک کتاب داریم به نام فقه اکبر، یعنی دانش اکبر، و این را به خاطر ازی به نام فقه اکبر مسمى کردن که در این اصول و عقاید اسلامی در این بحث میشه. و دیگه ای که در میان بنده و الله متعال هیچگاهی باید واسطه ای که مشرکین او را قرار میدادن، مثلا میگفتن ما بت ها را بخاطر ازی پرستش نمیکنیم که خودشون خدا هستن، بلکه بخاطر ازی ما یا را پرستش میکنیم تا ای که یا واسطه شون تا ما را به الله متعال برسانن.
و کسی که در میان خودش و در میان الله متعال اطوری واسطه را ایجاد بکنه، در حقیقت اونمون رسوم مشتکین که در زمان جاهلیت یا در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که مشتکین را انجام میدادن یا قبل از او، در حقیقت اونمون رسوم یا زنده کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من فقط میخوایم یک دوباره دو مسئله صحبت کنم، یکی دوری از فهم قرآن که قسم مستند برتان میگم. من خواستم دارم که پیش شما صحبت کنیم، اول خدا معرفی بکنیم که بعض خب بسم الله الرحمن الرحیم، بسم سید احسان است، مؤسس 55 پلی‌تکنیک است. ماشاءالله که امسال سال خاص بخیر فارغ میشیم و همچنان یکی از شاگردای استاد عبدالظاهر دار. خب یک مفت درباره واسطه و دیگر در مسئله دوری از فهم قرآن، من قسم مستند برتان میکنم. استاد تفسیر مبوط و از بامیان است، بعض برادرای ما هستند که همراه ساز عبادت خداوند میکنند. خب مشخصا نمیگم، باز میره برش مثلا یک آلش بنام غیچک است که در مردم های بیانی را جمعه میگن یا جا میگن، یک چیز برش میگن مشابه بهمی. روز میگه در خانه بودم که کاکای آمد، گفت کاکا جان، گفت شما امرای ساز عبادت میکنی خود قرآن است؟ گفت من خورد بودم، فقط تفسیر کابلی را میخوندم، خلاص دیگه از او خورد بودم. گفتم یا لیک شما امرای عبادت میکنی خود اسلام نیست؟ گفت چی میگی؟ گفت خود قرآن آمده، قرآن کریم آمده. گفت کجا قرآن کریم آمده؟ بیان سپاره سیره کجاش؟ گفت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دبمیانی والا را غیچک برش جمعه میگفتن، چیز میگفتن مشابه به این. آه در قرآن آمده. گفت کاکا جان، جوع به معنای گرسنگی است، آن ذاتی که شما را روزی داد در هنگام گرسنگی. گفت جمعه نیست، غیچک نیست. گفت بالاخره کاکا من فهمید که چیزی که ما کساز عبادت میکنیم خود قرآن نامده، این چیز دیگه بوده. صلاتی ما خلیها هي حياتي ودنيتي فيها، إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها، إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي.